سلام، کتی سروش، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه تهران و مستر دیگریز در رشته آرت ادوکیشن از دانشگاه سی دبلیو پست نیویورک. یکی از شیرین ترین لذت های زندگی برای من به وجود آوردن اثر هنریه. کارهای هنری من شامل نقاشی، نقاشی دیواری یا بر روی بوم، همینطور کار با سرامیک به صورت نقش برجسته و مجسمه سازی است. همینطور که از کارام میبینین بیشتر طبیعت و طبیعت بیجان رو دوست دارم. کارهای سرامیکم همینطور که میبینین این درخت زندگی هست، خودم طراحیشو کردم. این کار اقتباسی از کارهای تخت جمشید بار عام داریوش هست که خیلی بهش افتخار میکنم. اون کارم هست کار آدم و حوا، باز درخت زندگی رو توش میبینین. کار با سرامیک رو خیلی دوست دارم. اگر تجربه کسی کرده باشه میدونه من دارم چی میگم. کار با گل، فرم دادن به گل و اینو تبدیل کردن به یک شکلی که خودتون رو به وجود آوردی خیلی قشنگه. احساس خوبی به آدم میده. کارام نقاشی با رنگ روغن، نقاشی با آکریلیک، پستل دو نوع داریم، روغنی با گچی. هر مدلش رو من امتحان کردم. بیشتر کارام رئالیستی هستش ولی سبکای دیگر هم امتحان کردم. از دوران کودکی به این کار علاقه من بودم. روی همه چی نقاشی میکردم. هیچ چیز ساده دوست نداشتم. دوست داشتم همشون یه طرح و دیزاینی روش داشته باشه. هر چیزی که دور و برم هستش. رنگ رو خیلی دوست داشتم. از رنگ و میزی خیلی لذت می بردم. فکر میکنم رنگ زندگی رو شادابتر میکنه، قشنگتر میکنه، به همه آدم ها انرژی میده. به نظر من نقاشی برای خود من خیلی آرامش بخشه. احساس خوبی به هم دست میده وقتی دارم یه چیزی رو درست میکنم، هم توی مراحل کار، هم وقتی که کار تموم میشه. اون لذتی که به آدم میده نمیتونم براتون توصیف بکنم که چجوریه. خیلی عالیه، خیلی خوبه. کار با رنگ روغن، آکریلیک، گچ پاستل، پاستل روغنی، آب رنگ، کارهایی که کردم تا حالا. ولی سبکای دیگرم تمرین کردم. یکی از کارهایی که کردم این بود که پشت گازم رو نقاشی کردم. دوست داشتم یه منظره‌ای باشه که عمق داشته باشی. وقتی که وای میسی تماشاش میکنی یه جایی بری، جایی بازتر. یک طبیعتیه که شما رو به سمت خودش میبره. میتونه طبیعتش هر طبیعتی باشه، هر جایی که شما دوست داریم باشه، هر جایی که دوست داریم باشین و نمیتونیم باشیم باشه. با نقاشی دیواری میتونین فضایی به فضای خونتون اضافه بکنین. حتی میتونین خونتون رو بزرگتر نشون بدین. موضوعش میتونه هر چیزی باشه. موضوعش میتونه کوچه قدیمیتون باشه توی ایران، توی تهران، خونه قدیمیتون باشه.
کاری که در پشت سر من میبینین تصویری از خودم یا به اصطلاح اینجا سلف پورتری من هست. کارهای دیگرم هم میتونین تماشا کنین. موضوع کارهای من بیشتر موضوعات ایرانیه، مخصوصا کارهای پستلم که اونا رو همه رو ایران انجام دادم، یادگاری از ایران آوردم با آمریکا. ولی بعدها که نقاشی بیشتر کردم، دوست داشتم از رنگای شادابتری استفاده بکنم، برای همین از رنگ روغن استفاده کردم. بیشتر نقاشی من رئالیستیه، فضاسازی خیلی درش انجام شده. چه خوبه که هنر دیدن رو از همون اوایل بچگی به بچه‌هامون یاد بدیم. My name is Arezu and this is my first painting and I chose this picture because I like the mountains and the sky and the water. This is my second painting. I designed the design myself. It has my name in Farsi and it has my name in English. And these circles are how old I am. And this is oil paint also, and it took me 2 months to do it. I like art because it is very colorful. And I like our class. I like how Katie teaches us. And I like everyone's paintings. It's very, very beautiful. I love art because it's my way of personally relaxing and it's a part of our culture and how we live our everyday life. I'm Samantha, I'm Indian and I'm an oil paint artist. I really like my teacher, Katu, and she's really nice and I like to do oil painting. This is my first season I ever did it before. I love painting. My name is Natalie Gomasani. And what I've noticed about art is that it makes you patient. It teaches you to be patient. My name is Sherwin Sarosh, and I am a great drawer. I am drawing a baseball player right now. It's a picture of him diving and making a great catch. I learned many things from my teacher. She is a great teacher, and you should definitely join this class. It's a really good class. همیشه دوست داشتم که بتونم نقاشی کنم. یه خورده میترسیدم که نقاشی کنم، ولی الان که این کلاس اومدم، من حدود شاید روی هم دیگه یه 10 تا 15 جلسه هستش که دارم میام برای نقاشی. یه نقاشی تموم کردم. خیلی آرومم میکنه وقتی نقاشی میکنم. اون چند ساعتی که دارم روی نقاشی کار میکنم خیلی خیلی آرومم میکنه. میتونه آدم آرتیست باشه ولی کارهای دیگه هم بکنه. مجبور نیستش که فقط به این دید نگاه بکنیم که کسی که آرتیسته کار دیگه ای نمیکنه. میتونه آدم مهندس باشه ولی آرتیست باشه. میتونه دکتر باشه ولی آرتیست باشه. با آرت، با هنر زندگیتون قشنگ‌تر میشه.